انا لله و انا الیه راجعون. این جریان انفجاری که در ایالت قندوز افغانستان اتفاق افتاد و بیش از 100 تن از شیعیان که در حال اقامه نماز جمعه بودند به شهادت رسیدند، یک فاجعه بسیار دردناکی است که امروز ما شاهدش در افغانستان هستیم. البته گروه ملعون داعش این رو به عهده گرفته است، ولی اسناد و مدارک همیشه گواهی بر این بوده و هست که آمریکایی‌ها فرماندهان داعش رو از سوریه به افغانستان منتقل کردند در چند سال گذشته چندین بار، و آمریکایی‌ها به دنبال این بودند که از داعش استفاده بکنند، چون خودشون به وجود آورده بودند گروه داعش رو برای تجزیه عراق و همچنین برای از بین بردن حکومت بشار اسد در سوریه، و در نهایت اگر منجر به تجزیه هم بشود این خواست دوم اونها بود، ولی خوشبختانه موفق نشدند، مخصوصا سردار اسلام، سردار قاسم سلیمانی که فرماندهی مقابله با داعش رو داشت، توانست حکومت داعش رو در منطقه از بین ببره. بعد از اون اینها مدیریت کردن داعش رو که از بین نره، اون مقداری که در حقیقت هست در جاهای مختلف سوریه و عراق باقی بمانه، و حتی هزاران نفر از اینها در زندانهای عراق هنوزم هستند که دادگاه عراق به لحاظ مدارک مستندی است که اونها در کشتار مردم عراق دست داشتن، ولی آمریکایی‌ها اجازه ندادند که اینها اعدام بشن تا الان، و حتی کسانی که در زندان‌های سوریه بودند اینها اون زندان‌ها را محاصره کردند و در اختیار خودشون هست، و از زندان‌های عراق و سوریه اون فرماندهان و ارکان اصلی رو به هم یمن و هم به افغانستان اینها منتقل کردند، و تا امروز در عراق و در سوریه آمریکایی‌ها اجازه ندادند که داعش به طور کامل از بین بره، و به نحوی اینها رو تجهیز کردند در جاهای مختلف که اگر یک روزی هم مجبور بشن آمریکایی‌ها از عراق خارج بشن، داعش بتواند انفجارات زیادی ایجاد بکنه در عراق و این ذهنیت رو به وجود بیاره که حضور آمریکا موجب امنیت بود. حالا که آمریکا رفت انفجارها به وجود میاد، و همین سیاست رو آمریکایی‌ها در افغانستان داشتن. بعد از 20 سال جنایت و خیانت و اشغال که بیش از 240 هزار نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته شدن به دست آمریکایی‌ها، اینها خفتبار و با ذلت از افغانستان فرار کردند و حکومت رو به دست طالبان دادند و میلیاردها سلاح رو در اختیار طالبان قرار دادند که بخشی از اونها در بازار به فروش میرسه در افغانستان و به دست گروه های تکفیری رسیده، و داعش رو بذر اولی و پایه های اولیش رو در افغانستان آمریکایی‌ها گذاشتند، و اینها الان پشتیبانی میکنن از داعش که در افغانستان جنگ داخلی ایجاد بشه، ناامنی ایجاد بشه، بتوانند از این طریق به ایران و سایر کشورها ضربه بزنند. لذا باید محکوم کنیم، مخصوصا علمای عالی قد، مؤسسات بزرگ و سایر در حقیقت شخصیت های ارزشمندی که در داخل هندوستان هستند، باید این انفجار رو محکوم بکنن، آمریکا رو که مؤسس داعش بوده محکوم بکنن، آمریکا که سلاح‌های زیادی در اختیار اینها قرار داده محکوم کنند. و امروز یکی از مشکلات افغانستان این گروه‌های تکفیری است، و چه خود طالبان که متحد با بعضی از گروه‌های تکفیری و تروریستی است مثل گروه حقانی و امثال اونها، و چه گروه داعش که امروز مورد پشتیبانی سری و مخفیانه سرویس‌های آمریکا و اسرائیل هستند. از این جهت باید روشنگری کرد
که واقعا ملت افغانستان ملت بسیار مظلومی هستند، مخصوصا شیعیان که اقلیت هستند بسیار مظلوم هستند در این شرایط. نه به اونها اجازه داده شد در زمان حکومت اشرف غنی که خودشون مسلح بشن، در زمان حکومت طالبان هم به اونها اجازه نمیدن که مسلح بشن، در حالی که اونها میتوانند خودشون از خودشون دفاع بکنند. و امیدوارم که بیشتر روشنگری بشه و این شرارت در حقیقت گروه‌های تکفیری مشخص بشه و خطری که اینها برای دنیای اسلام دارن، و اینها 100% مسلمان نیستن، اینها در حقیقت یک جریان انحرافی است در داخل اسلام که آمریکا به وجود آورد تا آبروی اسلام ببره و از طرفی جنگ داخلی و نزاع‌های داخلی در دنیای اسلام تقویت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.